بینندگان عزیز رادیو تلویزیون مانی، درود بر شما. بیژن افتخاری هستم. یکی دیگر از برنامه های بررسی رویدادهای هفته رو تقدیم حضورتون میکنم. دوستان گرامی، به نظر میرسه که تلاش های افراد مختلف، اهم از روشنگران، طرفداران محیط زیست، طرفداران حقوق بشر، انواع و اقسام طرفداران آزادی و آزادی خواهی بعد از 43 سال مؤثر واقع افتاده و ما شاهد یک انقلاب دیگر در کشور ما هستیم. ایران داره تبدیل میشه به یک کشور انقلاب خیز که از یک جهت بسیار اهمیت داره و اون اینکه مردمی هستند که زیر بار زور نمیمانند. ممکنه یه مدتی قبول کنن ولی بالاخره به فکر میفتن که این وضعیت باید عوض بشه. این بسیار خوبه، فقط برخلاف سال 57 که یک انقلاب رو به عقب ما کردیم و متاسفانه بسیار کشورمون عقب افتاد، خوشبختانه این بار به نظر میرسه که سطح آگاهی بسیار بسیار بالاتر از 57 و اون شامورتی بازی های سال 57 رو اگرچه یه ده هنوز سعی میکنن اجرا بکنن ولی در عمل جلوش گرفته میشه و افراد آگاهی در جامعه ما هستن که به این موضوع با دقت دارن نگاه میکنن و به موقع هم این نوع حرکت ها رو افشا میکنن. من به شخص بسیار به آینده این انقلاب که توسط بانوان و جوانان و نوجوانان ما به خصوص داره انجام میشه امیدوار هستم و یه نکترم بگم، من فکر نمیکنم که ماها در خارج از کشور باید حالت قیمابانه به خودمون بگیریم و بگیم که بله خب اینا بچه های خیلی خوبی هست، خیلی خوب چرا زحمت میکشن، اما رهبر و راهنمایی تشبیه بشیم اونجا که نمیتونید، شما که بلد نیست. این خیلی غلطه، این توهینه به این انقلابه. این جوان ها حالا مواردش هم خودتون دیدید که میان و صحبتهایی میکنن که بسیاری از این سخنوران ما نمیتونن به این زیبایی در کوتاهی در جملات کوتاه معانی با بزرگی رو توضیح بدن و تعریف کنن. خب این از این وضعیت. اما چه خواهد شد و اصولا الان چه باید کرد که این سطح از مبارزه ارتقا پیدا کنه و گام های بعدی برای براندازی و جایگزینی نظام با یک نظام به اصطلاح طرفدار آزادی و ضد دیکتاتوری چیست؟ اینها گام های بعدی است. این گام ها باید روشن بشه، باید در موردش صحبت بشه. حالا الزاما نه اینکه اون کسی که این صحبت رو میکنه خودش هم بعد کارو بگه، ما این اشکال رو داریم که فکر میکنیم هر کی که یک راهی رو پیشنهاد میکنه بعد خودش هم اجرا بکنه. نه، میتونه راه رو پیشنهاد بکنه، جوانها متوجه بشن و اون راه رو در پیش بگیرن. بنابراین ما امروز میخوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم که راه‌های ارتقای سطح مبارزه چیست، اهداف ما برای مبارزه چه باید باشه و چگونه بعد از براندازی این نظام بشه اون کشور رو اداره کرد. اگر در این برنامه برسیم عالیست، اگر نرسیم که میذاریم در برنامه دیگر. همطور که در تصویر ملاحظه میفرمایید، دوست بسیار عزیز و فرهیخته جناب آقای پرویز دستمالچی تشریف آوردن که در این مورد صحبت بکنن. برستون برسونم که جلسات قبلی که ما در خدمت آقای دستمالچی داشتیم بسیار مورد توجه قرار گرفته، به خصوص جوانهایی که در داخل به اصطلاح فایل صوتی رو گوش میدن. میدونید که جناب مانی و رادیو تلویزیون مانی این گفتگوها رو به صورت فایل صوتی هم در میارن و در شبکه های مجازی قرار میدن که کارش خیلی آسونتره. حالا تصویر ما دیده نمیشه ولی صحبت ها شنیده میشه و جوان ها در داخل از این قضیه استقبال کردن و خب این رو ما واقعا به فال نیک میگیریم و من از جناب دستمالچی تقاضا کردم که وقتشون رو جوری تنظیم بکنن که ما بتونیم برنامه بیشتری رو در خدمت این انسان فرهیخته و وارسته داشته باشیم. جناب دستمالچی عزیز،
بسیار خوشحالم از دیدار مجدد جناب عالی و از اینکه دعوت من رو پذیرفتید و خواهش میکنم بفرمایید که واقعا چه باید کرد که این مبارزه به یک مبارزه 100% دموکراتیک با اهداف روشن و اهداف انسانی تبدیل بشه، اگرچه الان ما در نیمه راه هستیم ولی خب دلمون میخواد که این به نتیجه نهایی برسه. بفرمایید خواهش میکنم. ابتدا سپاس فراوان از شما جناب افتخاری که منو دعوت کردید و من خیلی خوشحال شدم که شما این رو بیان کردید، چون من مطلع نبودم که در درون جوانها بسیار استقبال میکنند و خیلی خوشحال شدم. یعنی این باعث میشه که من کارم رو تشدید بکنم، برای اینکه توی تمام مدت 40 سال گذشتم که در زمینه های گوناگونی فعالیت می کردم، من از جمله این زمینه ها تمام تلاش ما این بود و هست، هنوزم هست که این مسئله به گوش جوانان برسه، یک آگاهی دیگری ایجاد بشود تا ما با این آگاهی نوین برسیم به اون چیزی که جوامع باز هست، برسیم به اون چیزی که امروز جوانان ایران، زن و مرد به ویژه زنان در ایران خواهانش هستند: زن، زندگی، آزادی. و من اولا بسیار خوشبین هستم به پیروزی این خیزش رهایی بخش که بنیادن با آنچه که در انقلاب اسلامی گذشت متفاوته، از بنیاد متفاوته، که با خواستای زندگی شروع کرد و به ملا آخوند باید گم بشه، مرگ بر دیکتاتور و جمهوری اسلامی نمیخوایم نمیخوایم، داره بالاتر میره، که برای اینکه بتوان زندگی کرد ابتدا این واقعا جمهوری اسلامی باید برچیده بشه. با این جمهوری اسلامی شدنی نیست. به هر حال من خیلی خوشحالم از اینکه شما بیان می کنید که این استقبال انجام گرفته و من با کمال میل تلاشم رو ادامه خواهم. ببینید، به نظر من آنچه که در ایران الان میگذره اصولا و از بنیاد با آنچه که در 44 سال پیش تقریبا گذشت متفاوته. در اون زمان یک شرایطی وجود داشت، جهان دو سیستم متفاوت در برابر هم ایستاده بودند و معمولا مبارزات اجتماعی سیاسی اینگونه انجام می گرفت که حالا یه دفعه حکومت طرف بلوک شرق بود، مخالفان غربی بودند، یه دفعه حکومت غربی بود و مخالفان طرف بلوک شرق بودند و بعد یک جبههی به وجود می آوردن و این جبهه اون فرد رو می کشید پایین، مثلا فرض کنید شاه رو می کشید پایین و رهبر این ور رو فرض کنید خمینی رو می برد می زاشت جاش. الان بیش از 30 ساله که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی این مدل مبارزه که ما این رو پایین بیاریم این فرد رو بالا ببریم تموم شده و شما میبینید که در تمام کشورهای اروپای شرقی و همچنین خود اتحاد جماهیر شوروی انتخابات انجام گرفته، یعنی ملت اومده رأی داده. حالا در برخی از اینها مانند روسیه رأی ملت ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست، در نتیجه یک شخصی عین پوتین میاد با رأی مردم ولی پایه های دموکراسی رو از بین میبره، مطبوعات آزاد رو از بین میبره، احزاب آزاد رو از بین میبره، سندیکاهای آزاد رو از بین میبره و غیره. یعنی از درون رأی مردم بالا میاد ولی بعداً تمام این نهادها رو، یعنی یک دموکراسی ظاهری میشه که تقسیم قوا و کنترل قوا
و التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر درش وجود نداره. یک نفر دیکتاتور میشه، یه انتخابات الکی هم ظاهری هم هر 4 سال یه بار میکنن، و یک نفر عین مثلا پوتین هر تصمیمی که میخواد میگیره و بعدم قانون اساسی رو هم تغییر میده، بعد برای مدت 20 سال هم میشه رئیس جمهور. حالا به نظر من اگر این انقلاب دموکراتیک و ملی ایران که الان ما در آغازش هستیم، ما باید توجه بکنیم که چنین دگرگونی های بنیادی که بخواهد از یک سیستم عبور بکنه زمان لازم داره. یک شب و یک هفته و یک ماه نیست. حتی در انقلاب اسلامی ارتجایی هم که انجام گرفت حدود 2 سال طول کشید تا مردم به حد اکثر توانشون رسیدن و رژیم به حداقل توانش، و بخشای بسیار مهمی از دستگاه اطلاعات تا نیروهای نظامی و انتظامی و سرکوبگر ریزش کرد. و در ایران هم این پروسه میبینید که آغاز شده، ولی ما اوائلش هستیم. اگر این انقلاب پیروز بشه که خواهد شد، به نظر من نه تنها ایران رو دموکراتیزه میکنه، و این بار به شما میگم طبق چه مدلی خواهد کرد، به نظر من با تجربه 44 ساله، چون جنبشی که در ایران هست جنبش ایدولوژیک نیست، جنبش دینی نیست، برعکس جنبش یک ایدولوژی سیاسی نیست، برعکس شعارش زن زندگی و آزادی، زندگی میخواد. در حالتی که انقلاب اسلامی هم رهبریش مذهبی بود، دینی بود، و هم قوانین الهی میخواست، یک ایدولوژی برفراز ملت و مردم و بشر داشت. این نداره. و اگر این پیروز بشه که خواهد شد، تمام منطقه خاورمیانه و تمام آسیای مرکزی زیر و رو خواهد شد. یعنی هر جا که بنیادگرایان اسلامی هستند و حاکمیت دارند و یا قدرت دارند زیر رو خواهند شد. شدت این جریان به قدری است که هنوز اونطوری پا نگرفته، ولی به قدری است که همین 2 هفته پیش آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مجلس نطقی کرد و خواهان این شد که در قانون اساسی ترکیه که محدودیت هایی برای زنان هست تجدید نظر بشه و اونا رو بردارن، برای اینکه نگران این هستش که این خیزش زنان بیاید به درون ترکیه و بساط اسلامگرایا رو از هم بپاشونه. ما نه تنها در ایران با یک نظام سرکوبگر بسیار بسیار خشن روبرو هستیم، همسایه های ما هم که نگاه بکنی از پاکستان گرفته تا افغانستان و تا عربستان، درسته که دوست دارن رژیم ملایان ضعیف بشه، ولی از این جنبش زنان به مراتب بیشتر میترسن. برای همین هستش که وظیفه بسیار بسیار سنگینی روی دوش ماست، بسیار سنگین. ببینید، به نظر من مسئله زنان در جهان اسلام اصولا، ولی الان به ویژه در ایران، چشم اسفندیار حکومت‌های بنیادگراست. ضعیف‌ترین نقطه‌ای است که می‌تواند این تیر آزادی بخشی که از کمان مدرنیسم شلیک شده، جنبش زنان رو میگم، درست به قلب ارتجای جمهوری اسلامی میشینه و خواهد نشست و تمام خاورمیانه و آسیای میانه رو دگرگون میکنه. یعنی ما وارد یک عصر
به معنای واقعی از نظر فرهنگی و سیاسی مدرن شد. آنچه که در جنبش مشروطه ایران اتفاق افتاد میبایستی اتفاق میافتاد، ولی به دلایل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیفتاد، نمیتونستن بیفته. برای اینکه جنبش مشروطه ایران زمانی اتفاق افتاد که بافتارها و ساختارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره هزار سال بود همونطوری بود، تکون نخورده بود. نه یک بورژوازی مدرن اومده بود سر کار، نه زنا مدرسه میرفتن، نه اصلا مدرسه وجود داشت که پسرها هم برن، اون مکتب خونه ها بود که تو دست آخونده بود. الان شرایط فرق میکنه و شما میبینید که چگونه زنان ایران نیروی محرکه این جریان شدن. زنان چشم اسفندیار حکومت دینی ایران هستند و نقش زنان در ایران رو می شود با نقش گالیله در شکوندن، یعنی علم در شکوندن اقتدار کلیسا مقایسه کرد. به چه معنا؟ به این معنا که کلیسا در اون زمان هزار سال دوگمایی رو تبلیغ می کرد که می گفت اینها رو خدا گفته. از جمله می گفتش که خورشید به دور زمین می گردن. خدا گفته. گالیله اومد با علم عکسش رو ثابت کرد. توجه میکنی؟ و اینکه کلام الهی رو بشکنن در اونجا با علم، تمام اقتدار هزار ساله کلیسا رو شکوند و پایه‌ای شد برای انقلاب، از جمله پایه‌ای شد برای انقلابات سیاسی و فرهنگی و جانشینی خرد به جای ایمان. در جمهوری اسلامی هم همینطور. اینها با استناد به کتاب مقدسشون و همچنین احادیث و روایات و غیره از زنان، ادبیاتشون رو نگاه کنید، آثارشون رو نگاه کنید، از زنان موجودی بی عقل، ضعیف العقل، بی اراده و غیره که فقط می توانند حد اکثر زیر سلطه مردان نیمی از حقوق مردان رو داشته باشند گفتن، و بعدم گفتن اینها همش کلام الهیه. آیرم آوردن گشتن اونجا رفتار محمد و اماما و گفتار اونا و همه اینا رو اضافه گفتن که اگر که شما بعدا لازم داشتید، الان آماده ندارم، ولی دفعه بعد سوال کنید. من از هم کتاب مقدس و هم تمام خمینی و روشنفکران دینی و اماما و غیره برای شما نقل قول بیارم، از امام علی گرفته تا بعدا تمامشون، که چرا زنان ناقص العقل هستند. خب حالا چه اتفاقی افتاده؟ الان با این دگرگونی هایی که داره میشه و با این خیزش زنان و تلاشی رو که زنان کردن بعد از جمهوری اسلامی، درست به خاطر همین تحقیر و توهین که بگن ما هستیم، عقل اونم از شما با بیشتر، اگه بیشتر نباشه کمتر نیست، و رفتن تو تمام بخش ها به طوری که نصف بیشتر دانشجویان رشته مثلا پزشکی زنا شدن. خب حالا شما یک زنی رو داری در جامعه که پزشکه و اون آخوندی رو که میگه این عقل نداره معالجه میکنه، عمل میکنه و غیره. حالا عقل کدومو بیشتره؟ جان کی در دست کی است؟ میدونید؟ و بعد در دوران اینترنت و غیره و فضای مجازی، زنای ایران دیدند که نه تنها خودشون، بلکه زنای ایرانی، مسلمان، غیره، اینا که رفتن اروپا و امریکا به عالی ترین مقامات رسیدن. در نتیجه چه چیزی تعیین کننده است؟
محیط که تعیین کننده است. این محیط، این آخونده، این بنیادگرایی اسلامیه که جلوی رشد اینا رو گرفته. خب معلومه شما موقعی که یک دختری رو از سن 9 سالگی شوهر میدی، نمیذاری بره درس بخونه، نمیذاری بره تحصیل بکنه، نمیذاری فردیتش شکوفا بشه، خب در همون حد میمونه. اگر مردارم باشون این کارو بکنید همین میشه. بعد نمیذاشتن و بعد میگفتن ببین این عقل نداره. خب شما منم اگر که نمیذاشتی برم درس بخونم عقل نداشتم. توجه میکنید؟ به همین دلیل اینها دیدند، آشنا شدند با محیط اروپا و امریکا، هم کسانی که هم زنایی که ایرانی که به اروپا و امریکا آمدن رو دیدن و هم زنای اروپایی و امریکایی رو دیدن که به عالی ترین مقامات کشورهای مهم و درجه اول دنیا رسیدن و بسیار خوب کشور رو اداره میکنن. این یعنی چی؟ این یعنی کلام الهی غلطه و باید بذارید کنار. من صحنه هایی رو که این اواخر این کلیپ هایی که تو فضای مجازی هست در مورد رفتاری رو که این مردای بنیادگرای جمهوری اسلامی با زنان میکنن، اصلا شرم بر پیشانی آدم میشه. اینکه افسر شهربانی، اینکه افسر پلیس یا حزب الله یا لباس شخصی یا گارد، هر چی که شما اسمش هستن، اینها در ملأ عام تو صورت زنان چک میزنه، با لگد به شکم اینها میزنه، طوری اینا رو دستگیر میکنن به خاطر حجاب و رو زمین میکشن و کتک میزنن و یه مدتی هم از این قلاده هایی را آورده بودن که باهاش سگ ها رو میگیرن میگرفتن مینداختن. این علاوه بر بی حقوقی و کم حقوقی، بالاترین توهین هاییست که شما به نیمی از جامعه میتونستی بکنی، علاوه بر اینکه جلوی رشد و فردیتشون رو همه رو میگرفتی و اینا تن ندادن، تن ندادن، به حق تن ندادن و به حق بر علیه تمام این قوانین ارتجایی قیام کردن. شما اگر که مثال براتون بزنم، فرض کنید که ایالات متحده امریکا رو دعوت شروع کنید که در دهه 60 سیاه‌پوستان در اونجا، سیاه‌پوستان امریکایی هنوز حقوق شهروندی نداشتن، جدای نژادی وجود داشت. شما فکر میکنید که اگر سیاه‌پوستا بر علیه این تبعیض‌های حقوقی قیام نمیکردن، الان دارای حقوق مساوی با بقیه بودن و آقای اوباما میتوانست بیاید و برود رئیس جمهور امریکا بشود؟ خیر، به درستی تمام این قوانین ارتجاعی رو زیر سوال بردن، قانون رو شکوندن. اونجایی که اجازه نداشتن توی کافه ها و رستوران ها اینا برن رفتن، اونجایی که اجازه نداشتن توی اتوبوس با سفیدا جای سفیدا بشینن رفتن نشستن و رفتن تو مدارس سفید پوستا، رفتن با توی دانشگاه ها تا موفق شدن. جنبش ایرانم زنان به درستی بر علیه این تبعیضات و این بیحقوقی ها قیام کردن و نه تنها زنان. مسئله شون از ساده ترین امور، از ساده ترین امور شروع میشه. شما ببینید که مثلا در سالن ناهارخوری دانشگاه دختران و پسران دانشجو اجازه ندارند با هم در یک سالن غذا بخورند. آیا چیزی ساده تر از این وجود دارد؟ و بعد یک سری افراد بی حرمت، افراد که خودفروش هستند، یعنی مزدور حکومت هستند، رو اومدن
توی خیابون، توی مترو، همه جا تحت عنوان پیروان رهبر و یا آتش به اختیاران به جان نیم دیگری از مردم انداختن که هر کس به خودش اجازه میده چون طرفدار حکومته، چون از اونا پول میگیره، جیرخوار اوناست، به دیگران تجاوز و تعرض میکنه. حکومتی که میرود در مدارس دخترانه بچه ها رو میکشه. من جایی سراغ ندارم. به هر حال یک حرمتی است که اینا دانش آموزن، اینا آینده ایران هستن. به همین دلیل ما با جنبش زن زندگی آزادی برای اولین بار آن چیزی که در انقلاب فرانسه اتفاق افتاد نشانه گرفتیم. در هیچ کدوم از جنبش های دیگه ایران در 100 سال گذشته این عمل نشد. الان که یکی از شعارهای اساسی جنبش شده آخوند باید گم بشه، یعنی شما ببینید در مجموعه حرکتی هم که در جامعه هست یک آدم مذهبی پیدا نمیشه، یک شعار مذهبی وجود نداره، یک آخوند وجود نداره. برگردید به 57 عکسش بود. آن چیزی که در انقلاب فرانسه اتفاق افتاد بعد از یک پروسه 200 ساله روشنگری علیه اقتدار کلیسا و حاکمیت کلیسا و ایمان کور و جلوگیری از خرد، انقلاب فرانسه کلیسا رو گرفت با مغز که کوبون زمین و ازش سلب کامل مالکیت کرد و ازش سلب کامل قدرت کرد و گفت برید تو کلیساها بشینید و در امور اجتماعی و امور سیاسی دخالت نکنید. قوای حکومت ناشی از ملت است نه از الله. این داره در جامعه ایران اتفاق میفته. در جامعه ایران داره چیزی اتفاق میفته که ما ازش دنیای مدرن صحبت میکنیم، جامعه باز صحبت میکنیم، آزادی صحبت میکنیم. و به نظر من ما مبارزه زنان و مردان ایران که ما باید واقعا سر تعظیم نسبت به این شهامت و از خودگذشتگی که از خودشون نشون میدن سر تعظیم فرود بیاریم و بدانیم که آزادی بهای خودشو داره حتی در زندگی فردی. شما اگر بخوای آقای خودت باشی یا خانوم خودت باشی میبایست و حرف کسی رو گوش نکنی، اجبار نداشته باشی که گوش کنی، میبایستی مستقل باشی و بعد اون وقت آزادی تو کسب میکنی. در همین برلین در جلوی برخی از این خونه ها یک پلاکات های کوچک انقدری برنزی هست جلوی در خونه ها که روش اسم نوشته شده و یه تاریخ نوشته شده، اینا مال دوران فاشیسمه، نازیسمه در آلمان، که این افراد رو از اینجا گرفتن بردن و کشتن. جلوی یکی از این خونه ها این پلاکات یه مقداری بلندتر بود، بعد روش نوشته بود که در این خونه که اینجا هست یکی از زندانهای مخفی گشتاپو بوده و بسیاری از این آزادی خواه رو در اینجا به قتل رسوند. بعد در زیرش نوشته بود ما این را اینجا نوشتیم تا شما بخوانید و بدانید که آزادی شما چه بهای سنگینی داشته است. و امروز جوانان ایران دارن این بهای سنگین رو میپردازن تا ما بتونیم مشترکاً یک جامعه دموکراتیک آزاد و باز بسازیم و
و مانند سایر ملل در اروپا، امریکا، کانادا، استرالیا جامعه‌ای بسازیم که آزاد باشه و هر کس بتونه بگه آقا اجازه است؟ چرا اینجا به من ستم میشه؟ بدون آزادی امکان عدالت نیست. این رو تجربه اروپای شرقی نشون میده، اینو تجربه شوروی نشون میده، اینو تجربه جمهوری اسلامی نشون میده. جمهوری اسلامی یکی از نظامهای تامگرا، تبعیض آمیز و خشونت بار تاریخ جهان و تاریخ ایران، و ما از این عبور خواهیم. خیلی متشکرم جناب دستمالچی عزیز، و من این رو به عنوان مقدمه صحبت میخوام در نظر بگیرم. یعنی این تقریبا 40 دقیقه که صحبت کردید به نظر من مقدمه بود برای اینکه وارد اصل موضوع بشیم. چرا؟ برای اینکه شما دارید ماهیت این حرکت بزرگ اجتماعی رو توضیح میدید، و تا اینجا درک من این هستش که این یک حرکت بزرگ اجتماعی هست به طرف مدرنیسم، و این خبر بسیار بسیار خوب است. دیگر از خصوصیات این حرکت بزرگ اجتماعی نداشتن ایدئولوژی خاصه، که آقا ما اصلا میخوام که کارگر بیاد سر کار، من میرم جونم میدم که کارگر بشه رهبر من، از این داستان ها توش وجود نداره. سوم و شاید مهمترش این هستش که به نوعی بند ناف جامعه از یک ایدئولوژی ارتجاعی به نام مذهب داره بریده میشه، و دلیلش هم این هستش که این ایدئولوژی رو هم مثل بسیاری از ایدئولوژی های دیگه در عمل تجربه کرده و دیده از توش چی در میان. پس ما با یک حرکت اجتماعی عظیم و رو به جلو رو به رو هستیم. این میدونید شاید بزرگترین هدیه است که ما میتونیم داشته باشیم، که در بعد از 44 سال حکومت یک عده مرتجع عقب افتاده از دل این جامعه‌ای که همه جوره تحت حصار و محصور این مجموعه عقب مانده بوده، نسلی به وجود آمده که کاملا برعکس اون و ضد اون داره فکر میکنه، نه حتی برعکس، ضد اوست، و میگه او باید بره گم بشه از این کشور. این به نظر من یک پدیده است که امیدوارم در آینده استادان ما در دانشگاه رو اون کار بکنن، چون پدیده بسیار ارزشمند است. امیدوارم دانشجویان ما رشته دکترا تزشون رو روی این قضیه بذارن، که اینو بررسی کنن از جهات مختلف، که بدونیم چه اتفاقی افتاد که کشوری که در اختیار آخوند مرتجع بود، ثروت و تمام بلندگوهای تبلیغاتی، مدارس، مهد کودکان، دانشگاه، همش در اختیار اینها بود، چه اتفاقی افتاده که امروز این چنین ضد او هستند و میگن یا شما یا ما، و مطمئنا نابودشون میکنن. این یه موضوع. موضوع دیگری که اشاره کردید که من فکر میکنم جوانهای ما در داخل باید روش بیشتر توجه کنن، مسئله تحت عنوان چشم اسفندیار و پاشنه آشیل این نظامه. پاشنه آشیل این نظام همونطور که به درستی فرمودید خانوم ها و حقوق زنان است، چیزی که این نظام هرگز نمیتونه برآورده بکنه، و برعکس موضوعی است که باید حتما به عنوان اولویت های ما چه الان و چه در آینده باشه، نه فقط امروز، در آینده هم حقوق بانوان باید از مسائل اساسی جامعه ما باشه. برای اینکه من فکر میکنم بسیاری از ماها که یک کمی فرصت داشتیم و تحصیل کردیم فهمیدیم که سازنده اصلی شخصیت افراد آینده بانوان هستند. بانوان نقش اساسی در جامعه دارن، و اگر
جامعه ای به بانوان خودش ظلم کنه، در اصل به همه جامعه داره ظلم میکنه. بنابراین این هم باید جزو اولویت های اساسی ما امروز در مبارزه و فردا در یک ایران آزاد باید باشه. عزیزانی که در داخل هستید، این رو فراموش نکنید. تأکید بر احیای حقوق بانوان جزو اولویت های امروز ماست، ولی در آینده هم باید باشه. امروز برای اینکه به صورت استراتژیک نظام رو تحت به نظر من کیش و مات میکنه، چون نمیتونه به این جواب بده و بنابراین جامعه چیزی رو میخواد که نظام هرگز نمیتونه بهش جواب بده. در آینده هم اگر میخواهیم در یک کشور آزاد و دموکراتیک زندگی کنیم، باید که این حقوق رو ما زنده کنیم و روش تاکید بکنیم. با تفاصیلی که جناب عالی فرمودید و با توجه به اینکه ما تقریبا حدود 20 دقیقه فرصت داریم، میخوام از شما خواهش کنم بفرمایید که بسیار خوب، ما ماهیت این حرکت رو شناختیم و این ماهیت رو بسیارم دوست داریم، حالا چیکار بکنیم که این ماهیت روز به روز پررنگتر بشه و در این حال چگونه میشه این مبارزه رو ارتقا داد، به سطح بالاتری برد، چون هدف انداختن این نظام جهنمی و فاسد است و جایگزینیش با یک نظام دموکراتیک، نظامی که در اون انسان‌ها آزاد باشن، آزاد باشن با رعایت حقوق دیگران بهترین زندگی رو برای خودشون داشته باشن، اون چیزی که فکر میکنن دوست دارن. اگر میخواد کارگر باشه ولی در آزادی زندگی کنه باشه، میخواد هنرمند باشه باشه، میخواد نمیدونم خواننده باشه، نویسنده باشه، هر کسی خوشبختی رو اونجوری که خودش میشناسه بتونه پی بگیره، نه اینکه مجبور باشه. مثلا به هنر علاقه داره ولی چون توش پول نیست بره نمیدونم کارمند دارایی بشه. مثلا ما چگونه میتونیم زمین سازی کنیم برای یک همچین آیندهی که اونطور که عرض کردم باید از امروز به فکرش بود. نمیتونیم بگیم که آقا حالا بذار آخوندها رو بندازیم بعد میشینیم فکر میکنیم، بعد اون موقع شاید اصلا نتونیم بشینیم فکر کنیم، شاید اصلا فرصتش رو نداشته باشیم. شاید امروزه که یه بخشی از جامعه وظیفش اینه که رو اینها کار کنه، به اینها جواب بده که چگونه، از چه راهی و چگونه میشه یک ایران آزاد و آباد رو درست کرد. بفرمایید خواهش می‌کنم. ببینید، خب این مسئله‌ای که شما به درستی میگید و اینها جنبه های بسیار بسیار متفاوتی داره که ما میتوانیم ساعتها، شاید روزها و هفته‌ها در رابطه با جنبه های متفاوتش به گفتگو بشینیم. ما اساساً میبایستی در مجموعه فرهنگ جامعه و فرهنگ سیاسی و مفاهیم و واژه ها یک تجدید نظر بنیادی بکنیم. ببینید، زنان در ایران الان برخلاف آنچه که گفته میشه فقط مسئله گویا حجاب یک مسئله است، یک مسئله از ده ها مسئله است که از اونها سلب آزادی کرده. حجاب به زبان خیلی ساده از نگر حقوق بشر یعنی اینکه شما حق انتخاب آزاد پوشش داشته باشید و موقعی که نمیذارن یعنی این حق رو از شما گرفتن. در اینجا کی گرفته؟ حکومت گرفته. حکومت یعنی حکومتگران. حکومتگران گرفتن این حق. قانون هم گذاشتن، با قانون یا بی قانون فرق نمی‌کنه. زورگویی میکنن. میگن شما میبایستی آن نوع زندگی بکنی که من تعیین.
حالا شما موقعی که تو این به این 100 سال اخیر تجربیات سیاسی و ایدولوژی های سیاسی و اشکال گوناگون حکومت در سراسر جهان نگاه میکنی، ما انواع دیگری هم به غیر از مذهبیش، حتی لاییکش، رفیق استالین، کره شمالی و یا غیره داشتیم که حکومت تعیین میکنه شما چطوری باید زندگی کنید. اون چیزهایی رو که شما در واقع اون جاهایی که اون کشورهایی که اون جوامعی که اکثر یعنی تقریبا تمام مهاجران ایرانی رفتن، حالا حتی اگر مدل سیاسیش هم مثلا کره شمالی بوده، ولی جوامع باز غربیه. جوامع باز غربی بر اساس حقوق عمل میکنن، یعنی ساختار حکومت رو اومدن طوری تنظیم کردن، از نگر حقوقی عرض میکنم خدمتتون، که حقوق مساوی همه هست در برابر قانون. یعنی این جامعه عدالتش، دموکراسیش، آزادیش و یا غیره مربوط و وابسته به این نمیشه که این رهبر، این رئیس جمهور، این صدر اعظم، این که میاد آدم خوبی باشد یا آدم بدی باشد. اگر آدم بدی هم باشه و بخواهد سوء استفاده هم بکند، ساختار حکومت طوری است که نمیذارن، میذارنش کنار. توجه میکنید؟ همین رئیس جمهور آلمان قبلی 10 سال پیش، ببینید یه هدیه 1200 یورویی گرفته بود که با همسرش یه آخر هفته بره، از یه شرکتی بهش داده بود که برن مثلا یه جایی تفریح. این که رو شد چنان بالا گرفت، مجبور به استعفا شد برای 1200 یورو. در ایران هزار میلیارد میبرن انگار نه انگار. توی تلویزیونشون هم میان میگن که این که دزدی نیست. خب از دزدی چیه؟ اگر یه نفری رفت مثلا نون دزدی، دستشو میبرد. مسئله حجاب یکی از موارد نقض حقوق بشر زنان در ایران هست. شما به قانون اساسی جمهوری اسلامی رجوع بکنید، اولا ملت وجود نداره، امت وجود داره. امتی که حقوقش رو الله حکومتگران تعیین میکنه، و این ملت از نظر این امت از نظر حقوقی حداقل این قانون اساسی لازم بود براتون میارم، به 7 مقوله حقوقی تقسیم میشه. شما مسلمان باشی نباشی، مسلمان که نیستی از ادیان صاحب کتاب هستی یا نیستی، بعد مسلمان که هستی سنی هستی یا شیعه هستی، شیعه که هستی زن هستی یا مرد هستی، مرد که هستی آخوند هستی یا آدم عادی هست. زنان ایران از تقریبا تمام نهادها و ارگانهای پیشبینی شده در قانون اساسی که تصمیم برای جامعه میگیرن، از حق انتخاب شدن در این مقام و منصبها محرومند. تنها استثنایی که وجود داره مجلس شورای اسلامیه. چرا زنها میتوانند به این مجلس شورای اسلامی انتخاب بشوند؟ برای اینکه مجلس شورای اسلامی هم خودش مستقل نیست، بلکه هرچی تصویب میکنه باید بره شورای نگهبان. شورای نگهبان اکثریت فقهای شورای نگهبان که منتخب رهبر هستن چک میکنن که با شریعت میخوره یا نمیخوره. یعنی نمادین تقسیم قوا عملا وجود نداره در جمهوری اسلامی. همه همون در دست رهبر مذهبی نسل.
شورای خبرگان رهبری 88 عضو داره، زنها اصلا نمیتونن انتخاب بشن اونجا، چون اونا باید فقیه و مشترط باشن و یا مقام رهبری یا شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام. رئیس جمهور کشور بایستی مرد شیعه باشه. خب این بی‌حقوقی محضه، توجه میکنید؟ در قوانین عادی هم همینطوره، یا بی حقوق هم یا نصف مردا حقوق دارن. یعنی این قیامی رو که من ازش انقلاب دموکراتیک ملی ایرانیان حرف میزنم، برای دستیابی به این حقوقی است که از اینا گرفته شد. جمهوری اسلامی اصولا حقوق بشر رو که انسان رو همه رو متساوی الحقوق تعریف میکنه قبول نداره. جوامع باز چه تعریفی از ملت دارن؟ اون تعریفش که امته، امت ناقص العقلی که میبایستید از طرف امام و یا رهبر دینی هدایت بشود، عین گوسفند توسط چوپان میگن خودشون. و خمینی میگوید که در حکومت اسلامی حتی رأی پیامبر محمد هم دخیل نیست، چه برسه به رأی مثلا مردم و یا چه برسه به رأی زنان. حالا ما موقع که از این حکومت عبور بکنیم، ببینید ما لزومی نداره که بریم به دنبال یه طرحهای عجیب و غریب بگردیم، اختراع کنیم، کشف کنیم، نمیدونیم باید چیکار کنیم. چرا میدونیم باید چیکار کنیم؟ ما این حکومت هایی رو که تو دنیا هستن نگاه بکنیم، اشکال حکومتی که توی این 100 سال گذشته در سراسر جهان اومدن و رفتن نگاه بکنیم. تنها حکومت هایی موفق بودن که همین دموکراسی های پارلمانی مدرن هستن، مثل 27 کشور اروپا، درسته؟ عین ایالات متحده امریکا، عین کانادا، عین ژاپن، عین استرالیا، نیوزلند، اینا هستن. ما تو اونا زندگی میکنیم. تعریف ملت در یک نظم دموکراتیک این است که خدمت رو میگم. به همین دلیل میگم ما بایستی در رابطه با تعاریف سیاسی، فرهنگی و غیره در بسیاری از موارد از بنیاد تجدید نظر کنیم و یه چیزها رو بریزیم بیرون. اینکه یک طبقه بهتر از یک طبقه دیگه است افسانه است، عدالت نیست. انسان انسان است به دلیل بیولوژیک، مهم نیست کیه، دهقان، کارگر، بخش متوسط، زن، مرد، باهایی، مسلمان، چی؟ انسان به دلیل بیولوژیک متساوی الحقوق هست در برابر قانون. برای چی؟ برای اینکه شما مسلمان باشی، نباشی، شیعه باشی، زن باشی، مرد باشی، هر چی که باشی اتفاقه. یعنی اگر پدر آقای افتخاری در امریکا بود و در جامعه اسلامی نبود، الان مثلا مسیحی بود یا یه چه میدونم یهودی بود و امریکایی بود و اصلا اینا رو قبول نداشت. اتفاقه. و شما نمیتونی عدالت و آزادی رو روی اتفاق بنا کنی، اتفاقی که انسان خودش دخیل نیست تو این جریان. یه نفری یه جای دنیا به دنیا میاد، تحت تاثیر اون فرهنگ مسلمان میشه، یهودی میشه، بایی میشه، این میشه، اون میشه، این ور به دنیا بیاد عراقی میشه، اون ور به دنیا بیاد اسرائیلی میشه. اینطوریه. شما که نمیتونی به این دلایل انسانی رو محکوم بکنی. غلطه. میکردن در گذشته، غلطه. ملت از نگر جوامع مدرن عبارت است از هر شهروند ایرانی که شناسنامه ایرانی و تابعیت ایرانی داره و سلام.
بدون توجه به زن بودن، مرد بودن، دین و مذهب، مرام و مسلک و یا مقام و منصب، هیچ چیز دیگه. و همه این افراد در برابر قانون باید متساوی الحقوق باشند. این یکی از پایه هایی است که بعداً جوامع مدرن روش بنا میشه. بدون این اصلا امکان نداره شما بتونید جامعه مدرن بسازید. موقعی که صحبت از ساختار حکومت میکنم همین هاست. در حکومت مدرن قوای حکومت ناشی از ملت است و ملت عبارت از هر تمام افراد متساوی الحقوق. قوای حکومت تقسیم میشه و کنترل میشه. در جمهوری اسلامی نه تقسیم است ظاهریه نه کنترل. قوای حکومت از ملت هم نیست، از الله. قانون بر فراز انسانه. شما اگر 100 سال دیگه هم در جمهوری اسلامی مبارزه بکنی، این قصاص و چشم در آوردن و بریدن دست و پا و پرتاب کردن از کوه و غیره اینا رو نمیتونی بذاری کنار. میگن آه آه تو کتاب مقدس باید بشه. اروپا از این گذشت با انقلاب فرانسه و امریکا با انقلاب امریکا. ما هم با انقلاب ملی که در پیش داریم از این دوگمای بر فراز انسان و ایمانی میگذریم و خرد رو معیار سنجش خوبی و بدی میکنیم. خرد است که معیار سنجش خوبی و خوبی از بدی است و نه کلام الهی. میدونید انحصار، ببینید اینا اومدن الان تو این حکومت انحصار اعمال قهر رو شکوندن. یه سری رو اومدن گفتن شما آتش به اختیارید، بنابر تشخیص خودتون هر کس رو فکر کردید که مثلا رفتار شرعی دینی اسلامی نداره، میتونید توی خیابون هر جا امر به معروف نهی از منکر کنید، ادب کنید فلان. این یعنی شکوندن یکی از عناصر اصلی یک حکومت مدرن و منتهی به این خواهد شد که جنگ داخلی بشه، برای اینکه دیگرانم بقیه‌ام موقعی که میبینند یه عده علیه اینا اصول خودشون رو به زور تعمیل میکنن، میرن در مقام این که ارزش های خودشون رو به زور تعمیل کنن و ما رو میبره به طرف یک جنگ داخلی. بله خیلی متشکر. من اجازه بفرمایید دو نکته رو در پایان برنامه مطرح کنم و نظر شما رو بپرسم. من جناب دستمالچی فکر میکنم دو عامل در سالهای اخیر خیلی کمک کرد برای شکستن توهم چیزی به نام اسلام و اینکه اسلام ما رو به بهشت میبرد اینا. یکی بیماری کووید 19 کروناست که اگر یادتون باشه این رهبر الدنگ جمهوری اسلامی آمد و گفت که چیز مهمی نیست و ما دعاهای خوبی داریم برای این قضیه، دعای چهارم صحیفه سجادیه دیگه محشر میکنه، بره دعا بخونید. و بعد معلوم شد که خودش زودتر از هر کسی براش از فایزر آوردن و واکسنش رو زده. و بعد خب یه دهی هم واقعا دعا میخوندن که شاید مسئلهشون حل بشه و دیدن عملا خرافات در مقابل علم قرار گرفت و برای بسیاری توهم زدایی کرد که اینا خرافاته و مزخرفاتی است که سر شما رو گم گرم کرد. نکته دوم می‌فرماید عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، همین بحث آتش به اختیاری است که شما گفتید و اینکه در جامعه کار به جایی برسه که هر الدنگی که با این نظامه به خودش اجازه بده که به خانواده یک نفر دیگه توهین کنه و یواش یواش این ذهنیت‌ها رو عوض کرد. ما امروز شاهد هستیم خانوم های چادری میان در اعتراضات قرار میگیرن، یعنی خانواده های حتی
نیمه مذهبی که اعتقاد به آزادگی دارند و افکار آزاده دارند، چون الزاماً هر کسی که مذهبی شد که آدم مرتجعی نمیتونه باشه، میتونه عقاید مذهبیشو برای خودش حفظ کنه ولی در این حال پایبند انسانیت و اخلاق انسانی باشه. و این ما این رو میبینیم، تصاویری هست که مادر و دختر با هم آمدن در اعتراضات، دختر موهاش بیرونه و مادر چادر سرشه، هیچ اشکالی هم نداره، اما به نوعی به نظر من واکنش تندی رو جامعه ما به این موضوع نشون داد و اینم مرهون ندانم کاری های این الدنگی است که به عنوان رهبر اونجا گذاشتن. میخوام نظر شما رو بپرسم، اینها آیا جزء ده ها عامل دیگری که باعث این کار شد شما میبینید و وزنی به اینها، به این دو مورد میدید در این قضیه یا خیر؟ بفرمایید. به نظر من هر دو موردی رو که شما اشاره کردید کاملا درسته و اولین بارم نیست در تاریخ. در قرون وسطا موقعی که وبا اومد اروپا و حدود دو سوم جمعیت اروپا رو نابود کرد، مردمی که دست دست می مردن پناه بردن به کلیسا، چون اون قادر مطلق بود و به اصطلاح می دونست مثل همینا که چیکار باید بکنه. دیدن که خود این کشیشا و اینا زودتر از خود اینا میمیرن، یعنی اونجا ایمان مردم نسبت به کلیسا ضربه و اقتدارش در رابطه با این مسائل ضربه بسیار سنگینی خورد و شرایط رو برای شرایط روانی جامعه رو برای پذیرش ایده های خردگرایی و روشنگری آماده کرد. به همین دلیل میخوام بگم که این صحبتی رو که شما کردید در رابطه با بیماری کرونا و کاری رو که اونا کردن و عملا نه دخیل بستن نه لیسیدن ذریح امام هشتم و اینا هیچ تأثیری نداشت. اونی که رفت لیسید درست اون گرفت، برای اینکه کار غیر بهداشتی کرد و مرد و مردم تجربه کردن که اونی که قرار ازش معجزه بیاد معجزه ای نیست. اگر معجزه ای قرار بیاد از درون علم میاد. میدونید این مهمه. بله حرف شما درسته. بسیار عالی جناب دستمانچه گرامی، ما این رو به عنوان تازه مقدمه میپذیریم و به بینندگانم قول میدیم که وارد مباحث اساسی تری بشیم. طرحی برای این برنامه داریم در خدمت آقای مانی که یک مقدار فرمت رو عوض بکنیم، ولی برنامه بیشتری رو در خدمت آقای دستمانچی خواهیم داشت. عزیزان سوالاتی که دارید رو مطرح بفرمایید. متشکرم از ایمیل هایی که میفرستید، پیام هایی که از طریق شبکه مجازی میفرستید و کامنت هایی که پای برنامه های ویدیویی در یوتیوب بگذارید، ما اونا رو میخونیم و سعی میکنیم به اکثر اونها جواب بدیم. از شما تقاضا میکنم این برنامه رو به داخل ایران بفرستید، همونطور که بسیاری از شما از این لطف رو در حق ما میکنید، این برنامه به داخل بفرستید، بذارید جوانان عزیز ما در داخل هرچه بیشتر با این مفاهیمی که مطرح شد اگر آشنا نیستن آشنا بشن. اگرچه ما دیدیم در بی بی سی جوان های آمدن و جوری بی بی سی رو واقعا کارنامش رو پیچیدن و تحویلشون دادن که هیچ کدوم از ماها تا حالا نتونستیم اینطوری اینها رو بپیچونیم و اینطور بی بی سی رو به واقع در واقع هم بی اعتبار بکنن. بنابراین من بسیار امیدوارم، در قبل از برنامه با جناب دستمانچی هم صحبت میکردیم، ایشون هم گفتن بسیار به این نسل ما امیدوار هستیم، براشون احترام قائل هستیم و خوشحالیم که جوانهای ما با آگاهی کامل دارن وارد مبارزه میشن. تلاش ما هم این هست که تجربیاتی رو که داریم، احیانا مطالعاتی رو که داریم در اختیار شما قرار بدیم. امیدوار هستیم که مورد استفاده رو قرار بگیر.
به اتفاق جناب آقای دستمالچی و با سپاس از مهر و محبت و وقت ایشون به همه شما عزیزان بدرود میگم تا برنامه بعدی. بدرود.